با وجود تلاش‌های جهانی جانانه برای لغو احکام اعدام‌ها پنهان کند. کمپین از ابتدای آغاز به کار خود اساساً و به صورت ویژه برای لغو مجازات حکم اعدام برای تمامی زندانیان در ایران تمام تلاش شبانه روزی خود را به کار گرفته است. اما کماکان ما شاهد اجرای احکام ناعادلانه، غیر انسانی و در یک کلام قتل عمد دولتی دسته از انسان‌های آزادی خواهی هستیم که برای ساختن جهانی بهتر، برابر و آزاد می باشند. طبق آخرین گزارش‌ها در سال 2016 در مجموع 1032 اعدام در سراسر جهان روی داده است. چین، ایران، عربستان سعودی، عراق و پاکستان 5 جلاد اول جهان هستند. رتبه ششم متعلق به مصر است. ایران به تنهایی حداقل 567 نفر را در سال 2016 اعدام کرده که معادل 66% از کل اعدام‌های تایید شده در منطقه خاورمیانه است. عدم شفافیت در سیستم قضایی رژیم اسلامی عملاً مانع از اعلام آمار دقیقی از اجرای احکام اعدام در ایران است. هم اکنون بیش از 70 زندانی نوجوان
که در زمان ارتکاب جرم زیر سن 18 سال داشتند در صف اعدام ایران باقی ماندند. جمهوری اسلامی ایران از ابتدای استقرار تا کنون جهت برپایه یک نظام پیچیده پنهانی برای مخفی کردن آمار اعدام‌ها در کشور تلاش کرده است و هزاران شهروند ایرانی از جمله انسان‌های آزادیخواه و معترض به اوضاع موجود را به قتل رسانده است. کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی در ایران بر اساس رسالت و فلسفه ذاتی خود به مخالفت با اجرای مجازات اعدام در ایران و آزادی تمام زندانیان سیاسی پرتوان‌تر از گذشته ادامه می‌دهد و خواهان آن است که مسئولان قضایی، حکومتی و امنیتی فعلی در ایران فوراً حکم محکومیت و مجازات اعدام تمامی زندانیان را لغو کند. این رژیم باید به رویه دادرسی عادلانه و حقوق متعارف در قوانین بین‌المللی پایبند باشد و زمینه محاکمه علنی، منصفانه و با رعایت اصول دادرسی جهانی را برای زندانیان بدون توسل به مجازات اعدام فراهم کند. این یادمان بهانه است جهت گرامی داشته باورهای انسانی و آزاد اندیشانه زانیار مرادی، لقمان مرادی و رامین حسین پناهی و یادآوری اهمیت تلاش همگانی برای لغو مجازات اعدام برای همیشه در ایران و در سایر نقاط جهان. از شما جهت همراهی و همصدایی و همیاری صمیمانه سپاسگزاریم. نه به اعدام، آری به زندگی. کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی در ایران. من در این بخش تاریخچه کوتاه و فلسفه وجودی کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی در ایران رو میگم و در بخش‌های دیگه هم دوستان لطف می‌کنن و مشخصاً در مورد این عزیزان از دست رفته صحبت می‌کنن و این برنامه شامل در حقیقت بزرگداشت این عزیزان هست. کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی یک نهاد مستقل بشر دوست بدون وابستگی حزبی و سیاسی و کاملا مستقل است. اعضا و اداره کنندگان این کمپین گروهی از فعالان و مدافعان حقوق بشر و مخالفان حکم اعدام هستند. این اعضا بدون در نظر داشتن وابستگی سیاسی، عقیدتی، هویتی، حزبی و تنها با تکیه و تأکید بر ویژگی‌های مشترک انسانیشان برای احقاق حقوق انسانی زندانیان سیاسی، عقیدتی و مدنی در تلاش هستند. کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی در روز دوم مرداد ماه 1387 به یاری زنده یاد اقبال مرادی و امجد حسین پناهی در کردستان راه اندازی شد. آغاز به کار کمپین برآیند یک اعتراض عمومی به دستگیری چند نفر از فعالان سیاسی و مدنی در استان کردستان و صدور فوری حکم اعدام برای آنها بود. فرزاد کمانگر، علی حیدریان، شیرین علمهولی، فرهاد وکیلی، حبیب لطیفی، عدنان حسنپور، ارسلان اوریایی، انور حسین پناهی و هیوا بوتیمار از جمله زندانیانی بودند که کمپین از اساس برای دفاع از حقوق قانونی و انسانی آنها و جلب حمایت‌های بین‌المللی از جمله اتحادیه اروپا و سازمان عفو بین‌الملل برای نجات جانانها و همچنین اعتراض مردمی به این بازداشت‌ها و رفتار غیرانسانی حاکمیت اسلامی در ایران شکل گرفت. نتیجه و گواه مجموع اقدامات کمپین
صدور اطلاعیه ها و چندین بیانیه از طرف عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر و اتحادیه اروپا و محکومیت اقدامات و حکومت ایران در رابطه با این زندانیان در زمان ریاست ادواری فرانسه بوده است. فلسفه و دلایل وجودی کمپین. چند دلیل اصلی برای برپایی کارزار دفاع از زندانیان وجود دارد. با توجه به اینکه این حرکت اعتراضی از کردستان پا گرفت و در اعتراض به صدور مجازات اعدام برای چند زندانی در این استان شکل گرفت، نقض آشکار حقوق بشر شهروندان در ایران، بازداشت خودسرانه و دستگیری‌های گسترده و بدون دلیل فعالان سیاسی، عقیدتی و مدنی از سوی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی حکومت اسلامی ایران، افزایش صدور و اجرای احکام ناعادلانه و غیر انسانی اعدام و همچنین شکنجه و مرگ تدریجی زندانیان و اعضای خانواده آنها از سوی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی وابسته به حکومت اسلامی از جمله فلسفه‌های وجودی و دلایل بنیادی برپایی و راه اندازی کمپین به شمار می‌روند. مجموعه این دلایل از عوامل اصلی تأسیس و ادامه کار این کمپین بوده و به مرور زمان رفته رفته گستره فعالیت‌های آن به سایر نقاط ایران و حتی خارج از کشور نیز گسترش یافته و کماکان وضعیت فعالان سیاسی و مدنی در زمان فعالیت، بازداشت، محاکمه و زندان و همچنین در صورت خروج اجباری احتمالی، تبعید و پناهندگی در این دوران نیز به گزارش وضعیت آنها مشغول بوده است. اعضای کمپین چه کسانی هستند؟ تمام اعضای کمپین از جمله قربانیان نقض حقوق بشر در جغرافیای حقوقی ایران هستند. این اعضا به صورت مستقل در بخشی که هر کدام برای کمپین تعریف کردن مسئولیت تام دارند. با توجه به استقلال عملی و فکری کمپین، اعضا و اشخاص عضو سیستم مدیریتی و اجرایی کمپین را تعریف و اداره می کنند، نه اینکه سیستمی از قبل وجود داشته باشد و وظیفه و نقشی برای اعضای جدید تعریف کنند. اعضای کمپین از جمله زندانیان سیاسی، عقیدتی و مدنی سابق، زندانیان فعلی، خانواده زندانیان و فعالان سیاسی، مدنی و حقوق بشری، خبرنگاران و روزنامه‌نگارانی هستند که هر کدام در نقش مدافع حقوق بشر در کمپین فعالیت می‌کنند. به عنوان نمونه می‌توان به اقبال مرادی و آمنه قادری، پدر و مادر زانیار مرادی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام که از روزهای تأسیس کمپین همواره همراه و عضو فعالان بوده‌اند، و یا آتنا دائمی از فعالان کودکان کار خیابان که تا پیش از بازداشت با این نهاد همکاری مؤثر داشته اشاره کرد. از هر گرایش فکری، عقیدتی، مذهبی، اتنیکی، سیاسی و نهله‌های متفاوت فکری و جریان و طبقه افرادی به عضویت کمپین در آمده اند و فعالیت می‌کنند. در نهایت خروجی فعالیت‌های مشترک این اعضا در چارچوب قوانین، اعلامیه‌ها، میثاق‌نامه‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشری قرار گرفته و به صورت گسترده منتشر می‌شود. کمپین چه اهدافی را دنبال می‌کند؟ رسالت کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، دیدبانی، گزارشگری و واکنش طبیعی به موارد نقض حقوق بشر در ایران و همچنین تلاش برای تأثیرگذاری جهت تغییر و بهبود وضعیت حقوق بشر در این جغرافیا است. کمپین در تلاش است تا تصویر واقعی از وضعیت زندانیان، زندانها، زندانبانان و ناقضان حقوق بشر به دنیا مخابره کند و همچنین با استفاده از ایده‌های انسانی و خلاقانه حکومت را متوجه عواقب خطرناک نقض گسترده حقوق شهروندانش از جمله در حوزه زندانیان سیاسی و اجرای احکام اعدام شهروندان کند. ما برای دفاع از زندانیان سیاسی، عقیدتی و مدنی به سراغ نهادها و سازمانهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر می‌رویم و با ارائه گزارش‌های دقیق و صحیح پیام شهروندان ستم دیده و صلح‌طلبی که مورد نقض سیستماتیک و مداوم حقوق انسانی قرار گرفته‌اند را به جهان می‌رسانیم. مکانیسم‌ها و ابزار فعالیت های کمپین چه هستند؟ در ابتدا کمپین اقدام به راه اندازی یک وبلاگ برای اطلاع رسانی از وضعیت زندانیان و همچنین برپایی تریبونی برای گزارش فعالیت‌ها و همچنین دعوت به همکاری مردمی علیه اقدامات ضد بشری حاکمیت اسلامی علیه شهروندان کرد. همزمان صفحه‌ای در شبکه اجتماعی فیسبوک راه اندازی و پس از مدتی وبسایتی برای کمپین نیز راه اندازی شد. در تمام سالهای فعالیت این کمپین تا کنون اعتراضها، تظاهرات، تجمع و میتینگ‌های اعتراضی و حمایتی خود را
از زندانیان در بخش‌های مختلف دنیا ترتیب داده است و یا به عنوان شرکت کننده و همراه در آنها سهیم بوده است. به عنوان نمونه در موضوع اعتصاب زندانیان سیاسی بند 12 زندان مرکزی ارومیه در سال 1393 کمپین همواره نقش اساسی و محوری را بر عهده داشته و همزمان با کمیته بهنظری علی اعدام با مسئولیت مینا احدی و کمیته دفاع از زندانیان سیاسی با مدیریت شیوا محبوبی همکاری داشته و نتیجه این فعالیت‌ها در صفحات فیسبوک، گوگل پلاس، توییتر، اینستاگرام، ساوندکلاود و وبسایت رسمی آن بازتاب پیدا کرده است. منابع خبری کمپین چه کسانی هستند؟ اخبار و گزارش‌های کمپین با واسطه و بی واسطه و حتی در موارد بسیاری به صورت مستقیم از راه‌های امن از سوی شخص زندانی، همبندی‌های زندانی، اعضای خانواده زندانیان، وکلای مدافع زندانیان، فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی، عقیدتی و مدنی، تهیه و پس از تایید و راستی آزمایی، تنظیم و به همراه مدارک مستند از قبیل عکس، صدا، فیلم، تصاویر دادنامه و احضاری به احکام مربوط به زندانی به صورت مستند منتشر و به سازمان‌های بین‌المللی مدافع و دیدبان حقوق بشر و نهادهای کمک رسان مربوط به حقوق بشر سازمان ملل متحد از جمله دفتر جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر ایران، سازمان عفو به ملل، دیدبان حقوق بشر و سایر نهادهای دیدبان حقوق بشری و همچنین وبسایت‌های خبری و تحلیلی، رادیو و تلویزیون‌ها و به صورت گسترده در فضای شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود. ممنونم که گوش کردید. خانواده مرادی، پناهی و محکومیت اعدام نوشته. عزیزان من را کشتند و با افتخار میگویند عدالت را اجرا کردند. عدالتی با نمادی از فرشته‌ای با دو کفه ترازو در دست. ولی در حقیقت مردی است عمامه به سر با جای مهره سوخته بر پیشانی و چشم‌بندی بر چشم و کوری مفرط. در یک دستش تسبیح و در دست دیگر با تناب دار ترازویی را نگه داشته. با کفه‌های چنان نابرابر که یکی در آسمان‌ها سیر می‌کند و دیگری به قدری با جنازه‌هایش سنگین است که در اعماق زمین مدفون شده است. از عدالتی دم می‌زنند که 40 سال است حتی رگه‌ای از آن ندیده‌ایم و نشنیده‌ایم. در این اوضاع آشفته اقتصادی، فقر، بیکاری، تمام معضلات کشور با قتل این عزیز ما برطرف شد.
کشتن 3 تن از جوانان کشورمان آیا دردی از دردهای مردم ایران کم کرد؟ عالی جنابان، به کجا چنین شتابان؟ بدون ابلاغ قبلی و با دروغ عزیزانمان را به قتلگاه بردید. اجازه ندادید در اندک زمان باقی مانده از عمرشان در آرامش باشند. تشنه و گرسنه راه نفسشان را بستید. ولی حتما تا اعماق وجودتان سوخت که در تمام این سالها حتی لحظه ای آنها را متزلزل ندیدید. حتما به حالشان افسوس خوردید که چه ثبات قدم و استوار و بی اون که سر خم کنند برای آرمانهایشان جان دادند و چه وقیحانه جان دادن عزیزان ما را نگریستید. حتما آتش گرفته اید که آنها را به خاطر فعالیت های اعضای خانوادهشان به اسارت گرفتید و به آنها اتهام تروریست نسبت دادید. اما برای ما چیزی جز نماد دموکراسی نبودند. 9 سال در زندان با انواع و اقسام تفکرات عقاید رفاقت کردند و محبوب همبندیانشان بودند. محبوب ما، محبوب ایران. هر سال قبل از شروع ماه محرم و صفر با چنین اعمال وحشیانه خود را برای عزاداری آماده می کنید. عرق می خورید و مست می کنید و با هفتیری به کمر نوح سرایی می دهید. زجه می زنید که یزید حسین تشنه لب را سر برید. چه تضادی و چه تناقض منفوری. شما یزیدیان 40 سال است که تیر خلاص می زنید و تناب دار را بر گلوهای راسخ محکم می‌بندید و چارپایه حیات را از زیر پای جوانان راست قامت و صبور ما می‌کشید. جنگ شیعه و سنی راه می‌اندازید و بعد برای حسین با میلیون‌ها دلار پول در جیب به دروغ زجه می‌زنید. حتما می‌دانید که با این اعمال وحشیانه خود خود را منفورتر از پیش و در واقع خود را می‌کشید. امروز هم شما گور خود را عمیق‌تر کردید. زنیار، لقمان و رامین را نکشتید، بلکه آنها را در دل‌های ما عزیزتر و دنیا را عزادار کردید. عزای حقیقی برای حسین ها و زینب های زمانه. حیثیت ما را در دنیا برده اید. به خاطر مشتی جاه طلب و قدرت پرست و گرسنگان سیری ناپذیر از جان آدمی ایران را تروریست می دانند. تا به کی و کجا می خواهید چنین بتازید؟ زهی خیال باطل اگر توهم می کنید که شما جنگ را به مردم تحمیل می کنید و آنها باز هم خواهند جنگید. ماشین آدم کشیتان را متوقف کنید. پوتین های سربیتان را از گلوی مردم ایران و خطه کردستان بردارید. چنان تاج و تخت پادشاهی و قدرت را محکم چسبیده اید و می تازید که هرگز گمان نمی کنید ممکن است در لجن قلتیدنتان به ثانیه‌ای بند باشد. در طول تاریخ بسیاری چنین می‌پنداشتند. اما در نهایت در چاه فاضلاب و با لباس‌های مبدل آنها را یافتند و به سزای اعمالشان رساندند. ایران آتش زیر خاکستر است. این آتش را شعله ور نکنید. به نام آزادی. این ویدیو رو تقدیم می‌کنم به
دوستان عزیزم در دالاس که در ایالت تگزاس هستند و تمام ایرانیایی که صدای منو میشنون. من به عنوان یک زندانی که همبند زانیار و لقمان بودم و 6 سال در زندان رجای شهر در کنار شادی ها و خنده های لقمان و زانیار مرادی بودم، روزگار سرد و گرمی را با این دو رفیق و دیگر زندانیان سیاسی چشیدم و این دوران تلخ و طاقت فرسا را در چارچوب دیوارهای سرد زندان سپری کردم. زانیار و لقمان با اینکه 10 سال بهترین دوران عمر جوانی خود را در زندان گذراندند، اما هیچگاه مایوس و دچار شکست نشدند و تن به ذلت ندادند و به خواسته های جمهوری اعدام تن در ندادند و امیدوار بودند که روزی خواهد رسید بیگناهیشان ثابت می شود و از زندان آزاد می شوند. اما چه بسا سرنوشت هر دوی آنان با مرگ گره خورد، مرگی که نه تنها برای من بلکه برای بسیاری دیگر جای باور نبود که به این راحتی با زندگی خودشان خداحافظی کنند. می خواهم این را بگم که زانیار و لقمان در مدت 10 سال زندان و با توجه به این که بیگناه اعدام شدند، در مقابل بیعدالتی، تبعیض، دروغ و جهل و نادانی این رژیم مبارزه کردند و هر دوی آنان انسانهایی بودند که در فشار و عزلت زندان خود را ساختند و همیشه به دنبال این بودند که یک روز از این زندان آزاد شوند و جامعه خود را از بند کینه ها و ستیزهای بی حاصل رها کنند. اما این روزگار تلخ این اجازه را به آنها نداد و جمهوری اسلامی در کمال بیشرافتی خود هر دوی آنان را اعدام کرد. زندانیان سیاسی از هر قوم و زبان و نژادی افتخار ملتی هستند که هر لحظه آرزوی آزادی آنان را می ستایند. من امیدوارم که این کشور هیچ زندانی سیاسی در زندانها نباشد و هر کدام در کنار خانواده های خود و در آغوش گرم خانواده هاشان باشند. و از شما میمانان عزیز که در این مراسم با شکوه و عزیز شرکت نموده اید سپاسگزارم. در آخر میخواهم اضافه کنم که چشم امید همه زندانیان سیاسی به شماست. شما عزیزان خارج از کشور و فعالین حقوق بشری است که اگر شما نباشید قطعا رژیم جنایتکار و فاسد جمهوری اسلامی یک شبه همه زندانیان سیاسی را به جوخه اعدام می سپارد. و جا دارد که از این تریبون به مدیر کمپین زندانیان سیاسی و مدنی که اجازه دادن با شما عزیزان و دوستان خوبم باشم سپاسگزاری کنم. من در هنگام آزادیم که حدود 15 روز لب و دهن خود را دوختم و منجر به اخذ مرخصی از قوه دیکتاتوری جمهوری اعدام شدم، یک فلش حاوی خاطرات زندان را با کلی زحمت به دست آقای نظری رساندم و ایشان بود که همه زندانیان را به دنیای حقوق بشری معرفی نمود. شما صدای بی صدایان و زبان زانیارها و لقمانها و رامینهایی به درود و سپاسگزارم از اینکه این وقت رو در اختیار بنده گذاشتید. شهرام الیاسی، زندانی سیاسی سابق. درود و ضمن عرض خیر مقدم. زندگی نامه 2 تا از اعدامی ها، زانیار و لقمان مرادی. زانیار مرادی زندانی سیاسی محکوم به اعدام. زانیار مرادی فرزند اقبال مرادی 30 ساله و ساکن شهر مریوان در تاریخ 14 مرداد 88 توسط نیروهای اداره اطلاعات شهر مریوان بازداشت و به اطلاعات و به ستاد خبری اداره اطلاعات سنندج منتقل شد. او پس از تحمل شکنجه‌های جسمی و روانی به بند 209 زندان اوین منتقل شد و پس از تحمل نزدیک به 1.5 ماه حبس بدون برخورداری از حق ملاقات و تماس با خانواده در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی عبدالقاسم صلواتی به اتهام قتل پسر امام جمعه مریوان
و عضویت در کومله در حزب کومله محکوم محاکمه و به اعدام محکوم شد. اعتراض این زندانی به حکم صادره بی نتیجه بوده و در تاریخ 18 تیر ماه 1390 پس از بررسی پرونده از سوی دیوان عالی کشور این حکم تایید و پس از یک روز به دایره اجرای احکام زندان رجایی شهر کرج ابلاغ شد. این در حالی است که زانیار مرادی زندانی سیاسی محکوم به اعدام به دلیل دیسک کمر و مشکلات جسمانی همچون آسیب شدید در ناحیه زانو، کمر و بیضه ها از نظر سلامتی با مشکلات جدی مواجه بود. او نیاز به معاینه از سوی پزشک متخصص و بستری شدن در بیمارستان خارج از زندان داشت. این در حالی است که دادستان تهران بارها و بارها با درخواست انتقال به مراکز درمانی تخصصی خارج از زندان مخالفت کرده بود. خانواده و نزدیکان این زندانی سیاسی گفتند زانیار در زمان بازداشت برای گرفتن اعترافات مورد شکنجه قرار گرفته است و خود نیز با انتشار یک نامه شکنجه های اعمال شده توسط بازجویان وزارت اطلاعات پرده برداشته است. او به دلیل شکنجه های وارد شده دچار کمردرد شدید شده بود و همچنین در این مدت از درد در ناحیه های بیضه نیز رنج برده بود. چند سال است که شبی نخوابیدیم مگر اینکه از سردرمان مطمئن نبودیم. چند سال است که هر روز می اندیشیم که شاید امروز آخرین روز زندگی ما باشد. چند سال است که هیچ آغوش گرم مادرانه ای را به خود احساس نکرده ایم، ولی در طول این مدت تنها چیزی که توانسته است تسکین این همه درد و رنج ما باشد بیگناهی ما نسبت به این اتهام وارده بوده است. خانواده این زندانی سیاسی با این که در خارج از ایران زندگی می کردن بارها و بارها به خاطر دفاع از فرزندشان از سوی نهادهای امنیتی ایران دچار مشکل شدند. آمنه قادری مادر زانیار زندانی محکوم به اعدام در گفتگویی که با کمپین داشت اعلام کرد تمام مردم کردستان می دانند که زانیار و لقمان بی گناه هستند. بگذاری صدای ما به گوش مردم دنیا برسد تا کمک کنند بچه های بی گناه ما با سناریوهایی که خود جمهوری اسلامی ساخته آنها را به قاتل معرفی کردند اعدام نشوند. هرچند تا کنون درخواست های مکرری از سوی نهادهای حقوق بشری، شخصیت‌های سرشناس بین المللی برای لغو حکم اعدام زانیار و دیگر هم پرونده‌ایش لقمان مرادی شدند، اما هیچ اقدامی از سوی نهادهای قضایی ایران برای لغو حکم اعدام زانیار صورت نگرفت. این زندانی سیاسی در سالن 12 زندان رجایی شهر کرج محبوس بود. در نهایت حکم اعدام زانیار در یکی از پایگاه‌های سپاه پاسداران در تهران سحرگاه شنبه 17 شهریور 97 به همراه رامین حسین پناهی و لقمان مرادی دو زندانی دیگر زندانی سیاسی اجرا شد. چرمی استفاده میکنم بسیار به سریع بود تختای درازم کرده بودن از دستم هم بسته بودن بکنم با شلاق چرمی میزدن باموش میزدن با لگه میزدن پاشم درنگی که میدادن من در تلی خوابی نمیداشتم به خوابی میتنی رو هم کنم آنی که هم خواهم تو نمیانی خانواده تو نمیانی از وقتتون میکنی تجاوز جدی به تو میکنی تو این تجاوز جدی دیگه ما بسیم آوازن یعنی کمال موشه فرگوزیم آوازن در پیامی که زانیار برای خواهرش به اسم دیده بیرون فرستاده حکم اعدام و محکوم کرده که متنشو خدمتتون میخونم. دیدم همه ی هستیم، از تو خواهشی دارم، اگر دیداری بینمان نبود بذر انتقام و کینه به خاطر متحمل شدن این شکنجه ها و زندان ها و حکم ناعادلانه و غیر انسانی را در دل خود نکاری. به دنیایی بهتر از امروز بیندیش که در آن ارزش انسان نه رنگ پوستش است نه مذهب و نه جنسش. موسیقی
خدای مالا و برو که کوشا روم بخا که پیش کجا کم کرد کدوش من همون قلب خنچنه زور نن تنیا رولا بمینه کدوش من همون قلب خنچنه زور نن تنیا رولا بمینه دای مالا زندانی سیاسی محکوم به اعدام. لقمان فرزند عثمان 35 ساله و ساکن شهر مریوان بود که در 13 مرداد 88 توسط نیروهای اداره اطلاعات شهر مریوان بازداشت و به بازداشتگاه ستاد خبری اداره اطلاعات سنندج منتقل شد. این لقمان نیز هم پرونده زانیار بود که نزدیک به 2 ماه در اداره اطلاعات شهر سنندج مورد بازجویی و تحت انواع شکنجه های فیزیکی و روانی قرار گرفته بود. در این مدت به زندان مرکزی سنندج منتقل و به مدت نزدیک به 6 ماه نیز در این زندان نگهداری شد. اما مجدداً به بازداشتگاه ستاد خبری اداره اطلاعات سنندج منتقل شد. به گفته یک منبع موثق نزدیک به خانواده لقمان مرادی، نیروهای وزارت اطلاعات او را تحت فشار قرار دادند که در اعترافات تلویزیونی مسئولیت قتل پسر امام جمعه شهر مریوان را به عهده بگیرد. سرانجام زانیار و لقمان در برنامه ایران امروز از پرس تیوی به انجام این قتل به صورت اجباری اعتراف کردند و به گفته منابع نزدیک به خانواده این دو زندانی، این اعترافات تحت فشار جسمی و روحی انجام شده بود. آنها سرانجام به بند 209 زندان اوین منتقل شده و پس از نزدیک به 1.5 ماه بدون حق ملاقات و تماس با خانواده در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به اتهام قتل پسر امام جمعه مریوان محاکمه و به اعدام محکوم شدند. بعد از اعتراض این دو نفر به حکمشون در تاریخ 18 تیر ماه 90 این حکم در دیوان عالی کشور تایید و پس از 1 روز به دایره اجرای احکام زندان رجای شهر ابلاغ شد. لقمان زندانی سیاسی که در سالن 12 زندان رجای شهر کرج بود روز یکشنبه 12 اسفند 92 به تنهایی جهت اعزام به شعبه 74 کیفری فراخوانده شد. وی در هنگام اعزام به دلیل امتناع از پوشیدن لباس دولتی از سوی 4 تن از مامورین زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفت. خانواده این زندانی محکوم به اعدام به کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی گفتند شب اسم لقمان را از بلندگوهای زندان رجای شهر خوانده بودند تا فردای آن شب برای انتقال به دادگاه برای محاکمه مجدد در ساعت 6 صبح حاضر شود. صبح آن روز 4 نفر از درجه داران و ماموران امنیتی به زور می‌خواهند که لباس مخصوص زندانیان را به او بپوشانند. که لقمان امتناع می‌کند و می‌گوید که با لباس خودم به دادگاه می‌روم. سپس این 4 مامور در کمال بی‌رحمی در مقابل مقاومت لقمان با ضربات باتوم و پوتین مشت و لگد به او حمله می‌کنند. و صدمات جدی بر بدن نحیف و بیمار او وارد می کنند. همچنین طبق گفته های خانواده این زندانی سیاسی دستور حمله لقمان به صورت مستقیم از طرف محمد مردانی رئیس زندان رجای شهر صادر شده بود. لقمان را با صورت و بدن زخمی پیش قاضی برد و در شعبه 74 دادگاه کیفری تهران او را به دلیل وجود اتهام‌های انتصابی جدیدی که از سوی وزارت اطلاعات مطرح شده بود دادگاهی مجدد می‌کنند. لقمان به وسیله مشت و لگد و باتون مورد ضرب و شتم قرار گرفت و چند قسمت از بدن وی نیز آثار کبودی مشهود است. جای باتون روی شانه‌ها دست و کمر وی باقی مانده است. این زندانی سیاسی که در سالن 12 زندان رجای شهر کرج به سر می‌برد 4 شنبه 14 شهریور 97 از بند عمومی به بند 8 اطلاعات سپاه در زندان رجای شهر منتقل شد.
و جمعه 16 شهریور 97 از سوی نیروهای امنیتی به مکانی نامعلوم منتقل شد. در نهایت حکم اعدام لقمان در حالی که از ناحیه پا دچار شکستگی بود، بدون درمان و با پای گچ گرفته در یکی از پایگاه‌های سپاه پاسداران در تهران سحرگاه شنبه 17 شهریور به همراه رفیق و یار همیشگیش زانیار و رامین حسین پناهی اجرا شد. با درود احترام خدمت ملت شریفم و همچنین کسانی که اکنون بیننده این پیام تصویری کوتاه ما هستند. ما زانیار مرادی و لقمان مرادی که در انگام دستگیری 19 و 25 سال داشتیم، اهل شهرستان مریوان هستیم. تنها چیزی که توانسته است تسکین این همه درد و رنج ما باشد، بیگناهی ما نسبت به این اتهام وارده بوده است. میدانیم که برای شما حتی تصور این که یکی از اعضای خانواده تان در زندان در زیر چنین حکم ناعادلانه ای باشد سخت است. اما چند سال است که ما در این شرایط به سر میبریم و سختی ها را به جان خریده ایم و امیدوار بودیم شاید بارقه ای از عدالت ما را از این شرایط برهاند. ما فقط و فقط خواستار برگزاری یک دادگاه صالح بودیم، دادگاهی نه علنی بلکه عادل. ما فقط خواستار آنیم که پرونده ما که تنها سیاسی بوده است و اساسا قضایی و حقوقی نبوده، در فضای عادلانه رسیدگی شود. با آنکه بسیاری از نهادهای بین المللی از جمله عفو بین الملل خواستار رسیدگی عادلانه به پرونده ما بودند، اما هرگز چنین اتفاقی نیفتاده و علت هم آن است که از فرزندان کردستان به دلیل آنکه شهروند درجه چندم در ایران محسوب می شوند به راحتی می توان قربانی گرفت و این بار نوبت ما زانیار و لقمان است که قربانی این انتقام گیری سیاسی شده ایم. ما دو نفر باز هم به صراحت و با قاطعیت کامل بیگناهی خود را نسبت به اتهامی که جمهوری اسلامی به ما تحمیل کرده است اعلام می داریم، همانطور که شاهدهای نسبت به پرونده ما وجود دارد و بارها در طی این چند سال نسبت به گناهی ما نزد امام جمعه مریوان رفتند. و اما کسی که در این چند سال خود را سهیم این سناریوی پرونده سازی علیه ما کرده است، امام جمعه مریوان آقای ملا مصطفی شیرزادی است. آقای شیرزادی، مگر خود بارها در محافل مختلف اعلام نکرده ای که چه کسی پسر شما را با چه مقاصدی به قتل رسانده است؟ مگر ما بارها به شما اعلام نکرده ایم که در این سناریو دست نداشته ایم؟ اما جای سوال دارد که چرا و به چه قیمتی حاضر شدید تن به این ذلت بدهید؟ آیا پست و مقام تا این اندازه برایتان مهم است که حاضر به قبول کردن واقعیت نبودید؟ و یا به گفته خودتان اگر اعلام بیگناهی ما را بکنید، حقوق بنیان شهیدتان را قطع خواهند کرد و موقعیت جناب عالی به خطر می افتد؟ آیا اسلامی که بدان معتقدید و شما نماینده آن در شهر مریوان هستید، این اجازه را به شما می دهد که چند سال دو جوان بیگناه را در پای چوبه دار در بدترین شرایط نگه دارید و عاقبت آنها را به چوبه دار بسپارید؟ شما که می دانید و مطمئن استید که پسرتان همانطور که در سایت‌های معتبر دولتی آمده است توسط افراد دیگری به قتل رسیدند، پس چطور می توانید در برابر اعدام به ناحق ما دو نفر سکوت کنید؟ قبل از آنکه این پیام را به اتمام برسانیم، مایلین چند کلمه هم با پدر و مادر، خواهر و برادرهایمان سخن بگوییم. از لحظه دستگیری آنی نگذشت مگر آنکه در خاطر بودید. عشق و محبت و همچنین نگرانی شما را از دور احساس می کردیم. شاید هیچگاه فرصتی دست نداد که بتوانیم محبت‌های خالصانه شما را جبران کنیم، ولی در این چند سال در قلب و روح ما با شما زندگی می کردیم و آرزوی بودن در کنارتان را در سر می پروراندیم. خواهش ما از شما آن است که همیشه از پای ننشینید و با تمام قوا برای ساختن جهانی مملو از عدالت و وحدت تلاش کنید. بی نهایت دوستتان داریم و همیشه در قلب ما هستید. چندوزی
زندگی نامه اقبال مرادی، پدر زانیار مرادی که متاسفانه 45 روز قبل از زانیار ترور شد. اقبال مرادی 57 ساله، پدر زندانی سیاسی محکوم به اعدام زانیار مرادی، سه‌شنبه 27 تیر ماه 97 از سوی تیم‌های ترور رژیم اسلامی در اطراف رودخانه پنجوئن با شلیک 3 گلوله جان باخت. او فعالیت‌های حقوق بشری مؤثری در رابطه با لغو مجازات اعدام و حمایت از تمامی زندانیان سیاسی را به همراه همسرش آمنه قادری در کارنامه فعالیت‌های خود دارد. امینه قادری، همسر اقبال مرادی، فعال سیاسی حقوق بشری ترور شده، مادر زانیار مرادی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام هستم. اقبال مرادی پیش از این دوباره دیگر مورد ترور نافرجام از سوی نیروهای اطلاعاتی و امنیتی قرار گرفته بود. هدف حمله تروریستی قرار گرفت و پس از زخمی شدن و انتقال به بیمارستان از مرگ نجات یافت. این فعال سیاسی سرشناس مریوانی که از سال 57 با احزاب کرد آزادی خواه و مخالف رژیم اسلامی همکاری داشته و حدود 6 سال از عمرش را در زندانهای سنندج، ارومیه و مریوان سپری کرد. اقبال بعد از انقلاب و در دهه شر بازداشت و به اعدام محکوم شد. بعد از 3 سال زندان آزاد شد، ولی مدام از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی احضار و مورد بازجویی و آزار و اذیت قرار گرفت. سال 84 به دلیل این فشارها از ایران خارج شدیم و به اقلیم کردستان رفتیم. اقبال بارها تلفنی از سوی نهادهای امنیتی ایران مورد تهدید قرار گرفت. او در سالهای اخیر از طریق همکاری با رسانه‌های مختلف در رساندن اخبار زندانیان سیاسی به خبرگزاری‌های حقوق بشری نقش بسزایی را ایفا کرده است. تاکنون بسیاری از شخصیت‌های سیاسی و حقوق بشری، زندانیان سیاسی، سازمان‌ها و نهادها و خبرگزاری‌ها خبر ترور اقبال مرادی را محکوم کرده‌اند. اقبال مرادی همچنین یکی از اعضا و بنیانگذاران کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، کانون مدافعان حقوق بشر کردستان و عضو شورای رهبری نهاد جمعیت حقوق بشر کردستان بوده که از سال 87 در راه اندازی کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی و نیز بدپایی کمپین های مختلف در زمینه های پاسداشت حقوق بشر، مخالفت با اعدام و انتقال اخبار زندانیان و پناهندگان سیاسی به رسانه ها نقش اساسی داشته است. سلام و درود. من اقبال مرادی، پدر زندانی سیاسی محکوم به اعدام هستم. از تمامی سازمان ها و نهادهای حقوق بشری که در این راستا فعالیت می کنند درخواست کمک نموده که از طریق فشارهای بین المللی و اعتراضات مردمی بر جمهوری اسلامی در رابطه با توقف اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی در ایران فعالیت‌ها و اقدامات بیشتری را انجام دهند به امید آزادی تمام زندانیان سیاسی در بند. کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، ترور و جان باختن این فعال سیاسی و مدنی برجسته را به خانواده وی، جامعه فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر در کردستان و ایران تسلیت گفته و ترور این عضو خود را شدیداً محکوم می کند و سازمان‌های بین المللی دیدبان و گزارشگر حقوق بشر جهت اقدام فوری و پیگیری انتشار واقعیت‌های مربوط به ترور مدافعان حقوق بشر، فعالان سیاسی توسط حکومت اسلامی ایران درخواست مداخله مؤثر می کند. این نهاد از جامعه بین المللی درخواست حمایت و مداخله مستقیم جهت توقف ترور مخالفان و پایان به این وضعیت غیر انسانی را دارد. با گذشت 2 ماه از ترور اقبال مرادی، کماکان پرونده این قتل حکومتی در محاکم قضایی اقلیم کردستان باز است.
و هنوز قاتلان و آمران آن مشخص و معرفی نشده است. دایه آمنه قادری همسر اقبال مرادی که خود از جمله مدافعان حقوق بشر و همکار کمپین است در پیامی گفته است: شهادت همسر عزیزم را ارج می نهم. مبارکت است شهادتت را، به او تبریک می گویم. به رفقا و دوستانش تسلیت می گویم و از آنها بابت همدردیشان تشکر می کنم. امیدوارم راهش را ادامه دهند. امیدوارم مبارزاتش را به نتیجه برسانند. یاد اقبال مرادی زنده و راهش پر ره رو. یان هوا زانیان خوی نیه از فکر یه موره با سر زیارت کرد که پیروز با این شهادت تا که لبکابه و ککو یه فارغ شد. رامین حسین پناهی، دیگر زندانی سیاسی محکوم به اعدام. رامین فعال سیاسی 24 ساله و متولد روستای قریچیا از توابع شهرستان قربه، در تاریخ 2 تیر ماه 96 توسط نیروهای امنیتی اطلاعات سنندج بازداشت و پس از 200 روز تحمل حبس انفرادی و اعمال شکنجه های جسمی و روانی طاقت فرسا به زندان مرکزی سنندج منتقل شد. این زندانی سیاسی 25 دی ماه 96 در شعبه 1 دادگاه انقلاب شهر سنندج به اعدام محکوم شد. مجدداً 22 فروردین 97 در شعبه 39 دیوان عالی کشور در شهر قم حکم اعدام رامین تایید شد. روز سلام هيا، من رامین حسین پناهی لزندان رجایی شهر. من باش بخالی خوم تسخوشی و مندونه بون لخلق کم. من وکو رولکی و خلق رولکی و کردستانه رولکی ازادی خور. زور ممنونم لخلقی کردستان و بلکو خلقی ایرانیش که زور پشتیوانی من بو من. من فقط او تکزی بغم که من ترولیست نیم و وکو فعالیگی مدنی وکو رولکی خودان دست خوشی ده خلقی ایران و بطلب کردستان دکم. زور چاوی همو تان ناچکم. در ارتباط با تایید حکم این زندانی سیاسی، سه تن از کارشناسان سازمان ملل در تاریخ 30 فروردین 97 با انتشار بیانیه خواستار توقف حکم اعدام وی شدند و نگرانی خود را درباره بدرفتاری و شکنجه زندانیان در ایران اعلام کردند. حکم اعدام رامین در حالی صادر و ابلاغ شد که او تمامی اتهام‌های انتصابی به خود را رد کرده و وکیل این زندانی سیاسی نیز این حکم را غیر منتظره و ناعادلانه تلقی کرده بود. در 27 اردیبهشت 97 پس از مراجعه حسین احمدی نیاز، وکیل پرونده رامین حسین پناهی، جهت اطلاع از دریافت آخرین وضعیت حقوقی موکلش به وی اعلام شد که پرونده رامین از شعبه 39 دیوان عالی کشور برگشته و جهت اجرای حکم به شعبه 4 اجرای احکام دادسرای اجرای احکام سنندج ارجاع داده شده است. پس از آن شریف زرینی، دایه شریف مادر رامین حسین پناهی، روز پنجشنبه 3 خرداد 97 طی نامه‌ای سرگشاده به فردریک آموگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نگرانی خود را نسبت به اعدام قریب الوقوع پسرش اعلام کرد. در قسمتی از این نامه آمده است: من از شما می‌خواهم که این روزها که مشغول گفتگو با مقامات ایران هستی، یک خواسته را به خواسته های دیگرتان اضافه کنیم. لغو حکم اعدام فرزندم رامین حسین پناهی و بررسی پرونده او در یک دادگاه صالحه اروپایی. این مادر رنج کشیده در بخش دیگری از این نامه نوشته است: این نامه یک مادر است از یک شهر کوچک در کردستان ایران. مادری که قلبش هر روز در تب و تاب است، چرا که جگرگوشش ممکن است در زندانی در همین نزدیکی ها بعد از اتمام ماه رمضان اعدام شود. میدانی یعنی چه؟ از فکر این فاجعه به خود میلرزم و از کلمه اعدام نفرت دارم. شنیدم خودتان مادر هستید و دو دختر دارید. پس میتوانی یک لحظه از سیاست فاصله بگیرید و
به حرف من گوش دهید. من یک مادر دردمندم. از 30 سال پیش درد را شناختم و سالهاست که در به در دنبال فرزندانم هستند. فرزندانی که از عدالت گفتند و برای بهبود اوضاع کوشیدند. ولی در اینجا همه چیز ممنوع است. ما در جهنم زندگی می کنیم و این روزها زندگی من به تمام معنا جهنمی است. رامین حسین پناهی را حتماً اسم رامین حسین پناهی را حتما شنیده ای و عکسش را دیده ای. فرزند دلبند من است. او هر کاری کرده باشد نباید کشته شود. آیا این حرف ناحقی است که من میزنم؟ او یک فعال سیاسی است. پرونده سازی ها شده و اکنون در یک قدمی مرگ می باشد. من از شما می خواهم که این روزها مشغول گفتگو با مقامات ایران هستی، یک خواست را به خواستهای دیگرتان اضافه کنید. آن هم لغو حکم اعدام فرزندم رامین حسین پناهی و بررسی پرونده او در یک دادگاه صالحه اروپایی. میخواهم با این نامه برای یک لحظه به زندگی روح و روان مادری وصل شوید که دیگر قلبش توان تحمل این فاجعه را ندارد. این روزها من و فرزند دلبندم قلبمان به هم وصل است. من میدانم که برای فرزند کوچکم رامی این لحظات چقدر سخت است. کابوس اعدام. و میخواهم شما هم لحظه ای به این احساس من نزدیک شوید و خودتان را جای من بگذارید. کاری کنی که این فاجعه اتفاق نیفتد. شما میتوانید و من صمیمانه شما میخواهم این کار را بکنید. رسما و به طور جدی بخواهی رامین اعدام نشود. رامین یاد بکنم. اولا مویان شهید رامینه. رامینم عزیز. اولا مبرا خاصا کم. مبرا شهید کم. مبرا کومالا که وزر کشتیان بخوا. این زندانی سیاسی محکوم به اعدام از ابتدای بازداشت تا زمان اجرای حکم از دادرسی عادلانه محروم بود و بارها ابتدایی ترین حقوق قانونیش در طور روند دادرسی نقض شد و پس از آن نیز بارها جهت عقض اعتراف اجباری شکنجه شد و مورد ضرب و جهل قرار گرفت و با فشار نهادهای اطلاعاتی در نهایت حکم اعدام رامی در حالی که با لبان دوخته در اعتصاب قضای اعتراضی بود در یکی از پایگاه‌های سپاه پاسداران در تهران سحرگاه روز شنبه 17 شهریور ماه به همراه لقمان و زانیار مرادی به اجرا درآمد. این قسمت برنامه با ما همراه بودید. خیلی دردناکه و هممون متاثر میشیم. امیدوارم اون دلیلی که ما هممون جمع شدیم بیشتر این بود بشه. نه واقعا ما قصد سوگواری نداریم، به اندازه کافی سوگواری کردیم و هدف رژیم هم همینه که ما شکست بخوریم، ناراحت بشیم و غصه بخوریم و مبارزه رو رها بکنیم. ولی ما اعلام میکنیم به عنوان کمپین، به عنوان نماینده از طرف کمپین من اینجا خدمتتون هستم که پرتوانتر از گذشته ما این دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی رو ادامه میدیم و این مخالفت با حکم اعدام رو به شکل‌های جدیدی، به شیوه‌های جدیدی ادامه میدیم. یکی از شیوه‌هایی که هست، من کوتاه این توی برنامه نبوده، از دوستانی هم که با همین برنامه رو شکل دادیم عذرخواهی می‌کنم، باید اطلاع می‌دادم که می‌خوام در مورد چه موضوعاتیشون همه رو هماهنگ کردیم صحبت بکنیم به احترام شما عزیزان. اونم اینه که ما همزمان چه در دوره‌ای که کاک اقبال همراه ما بود، ایشون شخصیتش یه جوری بود به عنوان یک مدافع و بشر با اکثر جریانات کار می‌کرد، یعنی قائل به تبعیض نبود، تبعیضی میان این جریانات قائل نبود و اخبار زندانیان و گزارشات رو به دست همه می‌رسوند، با تیوی‌های مختلفی صحبت مصاحبه می‌کرد و اسناد خیلی مهمی رو از داخل زندان‌ها به بیرون می‌فرستاد بدون اینکه حتی در دغدغه اسم داشته باشه یا به عنوان به دنبال فقط نجات فرزند خودش باشه، برای همه فرزندان ایرانی میکوشه. به هر حال ما الان در حال حاضر کمپین جزو یکی از گروه های مثل کمیته بین‌المللی علیه اعدام خانم مینا احدی، مثل کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی خانم محبوبی، مثل رادیو فرهنگ گوتنبرگ آقای سعید احدی، مثل کانون مدافعان حقوق بشر کردستان آقای امجد حسین پناهی و سامانه گذار سامانه دموکراسی داد که آقای بدیعی رضا بدیعی اینجا حضور دارد. ما در یک کار گروهی هماهنگ داریم
این فعالیت ها رو، این فریاد ها رو، این جلب و حمایت ها رو مؤثرتر میکنیم، زوم میکنیم روی ایران، هدایت میکنیم به اون سمت و در حقیقت داریم تلاش تمام این جریانات رو به سمت خودمون جلب کنیم که یک کار اساسی بکنیم، یک کار ویژه، یک کار رادیکال بنیادی انجام بدیم. و برای این کار ما نیاز به حمایت داریم. اگر امکان داره من این بخش رو بیشتر از موعد دارم صحبت میکنم، در مورد رسالت‌های پیش روی کمپین که ما برای خودمون متصور شدیم برای آینده این کمپین و لزوم همیاری و پشتیبانی در جهت حمایت از زندانیان و مبارزه برای لغو مجازات اعدام، من کوتاه توضیح میدم. البته کوتاه هم نیست، ببخشید، فقط لطفاً همراهی بکنید و این فلسفه، این نوع دیدگاه ما به نسبت جنایات متاسفانه علیه بشریت رو که در ایران داره اتفاق میفته، معاصر ماست، هنوز زنده ایم، نفس میکشیم و اونجا داره این اتفاقات میفته هر روز، چطور میشه تلاشایی بکنیم جلوی این پروسه گرفته بشه؟ فعالین سیاسی و مدنی سرمایه های گرانبهای امروز و فردای ملت ما هستند. بر این اساس حمایت و پشتیبانی همه جانبه از آنان و خانواده هایشان وظیفه ملی و انسانی تمامی انسان دوستان و مدافعان آزادی بیان و مدافعان حقوق بشر است. آزادی ما و مردمان سرزمینمان در گرو بودن آنان و رهایشان از بند حکومت‌های مستبد و ناقضین حقوق بشر و تمامیت خواه است. و همچنین سکوت ما جور بر انسان و یاری به استمرار و بقای سیستم‌های ضد بشری است. کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی در ایران فعالیت خود را در راستای آزادی فعالان سیاسی و مدنی و عقیدتی در بند آغاز نموده و در تلاش است با اطلاع رسانی گسترده بر پایه کمپین های کنشگرانه، بر پایه اکسیون های اعتراضی، جمع‌آوری امضا و همکاری با سایر نهادهای مخالف اعدام و سازمان های مدافع و بشر در رساندن صدای بیگناهی این انسان های آزاده و آزاداندیش به گوش نهادهای مدافع و بشر و تمامی انسان های آزاده گامی در راستای بهبود وضعیت حقوق بشر و رسیدن به آزادی و برابری شهروندان ایران برداشته باشند. ضرورت پشتیبانی فعال از زندانیان سیاسی و مبارزه علیه اعدام. اعمال فشار بر زندانیان سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی شدت گرفته است و در همان حال هر روز اخبار جدیدی از مقاومت زندانیان مبارز و اعتراضهایی در داخل و خارج از کشور منتشر می شود. تمام تلاش نهادهای امنیتی در تشدید فشار بر این زندانیان در این حال برای تضعیف و به خیال خود در هم شکستن این مبارزه گسترده اجتماعی است. دامنه وسیع پشتیبانی از زندانیان سیاسی و همدردی با خانواده های آنها، روحیه رزمنده خود زندانیان و استیصال شکنجهگران و مقامات حکومت را نشان می دهد. وجود و اعمال فشارها و رفتارهای ضد انسانی که این روزها علیه زندانیان و به ویژه زندانیان سیاسی در زندانهای حکومت جمهوری اسلامی انجام می شود، سیاستی است که از همان ابتدای سرکار آمدن حکومت جمهوری اسلامی تا کنون علیه زندانیان سیاسی به صورت مداوم و سیستماتیک اعمال شده است. مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و لغو حکم اعدام که ابتدایی ترین مطالبه مردمی است، تا کنون ثمرات زیادی در پی داشته است. در نتیجه این مبارزات اکنون ده‌ها وبسایت اطلاع رسانی، خبرگزاری، تشکل مدنی و نهادهای مدافع و بشر به صورتی عملی و عینی آشکارا به دفاع از زندانیان سیاسی می‌پردازند. امروز خواست لغو مجازات حکم اعدام در کنار خواست آزادی زندانیان سیاسی به یک مطالبه اولیه مبارزات آزادی خواهانه در ایران تبدیل شده است. به عنوان نمونه، اعدام‌های سیاسی در کردستان تنها به تاریخ سیاسی ایران معاصر و استقرار حکومت جمهوری اسلامی محدود نمی شود، اما بیشترین تعداد اعدام ها در این دوره بوده است. نخستین اعدام های کردستان در این دوران باز می گردد به پنجم شهریور ماه 1358. پس از آن و تنها تا سال 1370 در کردستان 832 نفر تیرباران شدند. امروز پس از گذشت 4 دهه از استقرار حکومت جمهوری اسلامی در ایران، سیاست دولت مردان در کردستان همچنان اعدام است. کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی بر این باور است که اعدام جنایتی است که با آگاهی صورت می‌گیرد. حکومت ایران اعدام را به مثابه اهرم کنترل و فشار در جامعه اعمال می‌کند و به اشکال و بهانه‌های مختلف شهروندان ایرانی را به قتل می‌رساند. نه تنها بسیاری از زندانیان سیاسی و کودکان در خطر مرگ قرار دارند، بلکه افراد عادی نیز از ماجراجویی‌های نیروهای امنیتی، انتظامی و بسیج در امان نیستند.
اعدام‌های بدون دلیل، اعدام‌های شتاب زده و اعدام‌های خیابانی در ایران روز به روز شدت می‌گیرد. ما خواهان توقف بلادرنگ اعدام‌های سیاسی در وهله اول، آزادی بدون قید و شرط فعالان سیاسی، مدنی و عقیدتی در وهله دوم و در نهایت توقف و حذف حکم اعدام به عنوان مجازات انسان‌ها هستیم. ما اجرای این اعدام‌ها را اقدام علیه وحدت ملی و علیه حیثیت و شأن تمام مردم ایران می‌دانیم. اعدام‌های سیاسی برای تولید ترس و وحشت عمومی در تمام ایران و به خصوص مناطق کرنشین است. ما صدور حکم اعدام را ترویج و تشویق خشونت می‌شناسیم و درباره تأثیر بسیار مخرب آن بر شرایط سیاسی و انباشتن خشم و نفرت در جامعه هشدار می‌دهیم. اعدام یعنی ویران کردن پایه‌ها و بسترهای همزیستی گروه‌های اجتماعی در جامعه. ما از هیچ کوششی برای توقف بلادرنگ ماشین اعدام فروگذار نخواهیم کرد. اعتراض به اعدام یک وظیفه انسانی است. ما خواهان اجرای عدالت و خواهان دادگاهی مجدد این زندانیان هستیم که بیگناه و در دادگاه‌های غیر علنی بدون داشتن وکیل مدافع و بدون حضور هیئت منصفه محاکمه و برایشان حکم اعدام صادر شده و به سرعت این احکام از سوی دادگاه تجدید نظر یا دیوان عالی کشور رئیس تعیین شده است و همان گونه که روز به روز بر آمار فعالین کرد محکوم به اعدام افزوده می شود. تازه شنیدیم که دو نفر دیگه در زندان هستن و جمهوری اسلامی اینها را آورده اعتراف اجباری ازشون گرفتن و احتمال داره که اعدام بگیرن، چون هر کسی اعتراف اجباری میگیرن متاسفانه حکم اعدام هم سریع براش صادر میشه و در مدت زمان کوتاهی اعدامش اجرا میشه و دستگاه قضایی و امنیتی حکومت جمهوری اسلامی در پی اعدام یکایک آنها برآمده. بر این اساس مداخله مؤثر و حمایت تمامی انسانهای آزاده، مدافعین حقوق بشر، نهادها و سازمانهای مدافع حقوق بشر و همچنین مجامع بین المللی می تواند در مقطع حساس زمانی کنونی مانع از وقوع فجایع و تراژدی های انسانی دیگری باشد. ما بر این باوریم که احکام غیر انسانی اعدام فعالان سیاسی، مدنی و عقیدتی و در معنای عام هر گونه اعدامی باید بلادرنگ متوقف شود و زندانیان سیاسی و مدنی و عقیدتی نیز آزاد شده و زمینه فعالیت سیاسی و اجتماعی بدون قید و شرط با نهایت آزادی بیان و اندیشه و ابراز عقیده برای ایشان در جامعه فراهم شود. در این راستا کمپین از یکایک شما عزیزان درخواست میکند به هر شکلی که میتوانید ما را در دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی و در مخالفت با اعدام یاری کنید. آغوشمان بر همگان باز است و همکاری و همراهی و همصداییتان را ارج مینهیم و پذیراییم. و در پایان من یک تشکر ویژه بکنم از گروهی که خودشون رو اینطوری معرفی میکنند در همین دالاس که دوستان و همراهان کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی در دالاس که خوشبختانه نزدیک 8 ماه در کنار این کمپین قرار گرفتن. من یه بهانه خوبیه که در کنار تمام این فعالیتی که انجام شده از این عزیزان به صورت ویژه تشکر بکنم. ممنونم ازتون.